سلام دوست خوبم، امیدوارم حالت عالی باشه. داشتن شکم تخت موزن ما ایرانی هاست. همیشه دنبال راه حلی هستیم و میگیم چیکار کنیم که شکمم تخت بشه. ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که از عضلات دیگه غافل نشیم. توی این ویدیو ما میخوایم یه سری تمرینات رو با هم انجام بدیم که علاوه بر اینکه عضلات شکمت رو درگیر میکنه، روی بقیه عضلاتت هم تاثیر گذاره. و تو باید این تمرینات رو توی 3 تا 7 20 انجام بدی و یادت باشه که در کنارش حتما تغذیه رو هم رعایت کنی. و رعایت کردن تغذیه هم به این معنی نیست که نون و برنجت رو حذف کنی. حتما یه نکته توجه داشته باش. بریم که با هم حرکات رو ببینیم. خب حرکت اولمون، پاها به اندازه عرضشون باز میشه، دستا رو کنار گوش قرار میدیم، خم میشیم، از ناحیه کمر بلند میشیم، اسکارت نشسته، بدن رو به پهلو میبریم، دوباره به حالت اول و بلند میشیم و دوباره این حرکت تکرار میشه. خم میشیم، اسکات نیمه، به پهلو بلند میشیم، خم میشیم، اسکات نیمه، به طرف چپمون بلند میشیم و مجدد این حرکت تکرار میشه. این حرکت رو شما بعد 3 ست 20 انجام بدین. و اجرای درست حرکت هم توی این تمرینات خیلی مهمه. حتما به نکته توجه داشته باشین. برای حرکت دوم از ایت به دمبل کمک میگیریم. دمبل رو دو طرفش رو با دست میچسبیم، دور سرمون دمبل میچرخه، میاد پایین و بعد به پهلو برده میشه. به همین صورت حرکت رو تکرار میکنیم. دور سر میچرخه، به پهلو میاریم، قشنگ دور سر تاپ بدین تا عضلات بالا تنتون رو درگیر کنه. به پهلو تمامی این حرکات رو باید 3 ست 20 انجام بدین. حتما بیرین که مورد توجه داشته باشین. بعد از اینکه 3 تا 20 به سمت راست رفتین، دمبل اومد به سمت راست، بعد 3 تا 20 هم به سمت چپ دمبل رو میبرین و این حرکت رو بعد از اینکه درست چرخوندین، دمبل به سمت چپ بدنتون میاد. این حرکت رو هم 3 تا 20 بعد انجام بدین. برای حرکت سوم، پاها به اندازه عرضشون باز میشه، اول از همه به یه طرف خم میشیم، به این صورت دست پایی که صاف هست به طرف پای خم شده میاد، برمیگردیم، مجدد تکرار میشه، برمیگردیم و پایی که جمع بوده میاد بالا، دستمون رو بهش میرسونیم. این یه حرکت ترکیبیه که کل عضلات بدن شما رو درگیر میکنه. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. پایی که خم هست به هیچ عنوان نباید زانوش از پنجه ها جلوتر بره. خب حتی با یه حرکت تندتر انجام میدم من. این رو هم به همین صورت 3 تا 20 برای پای راست، پای راست میاد بالا و 3 تا 20 هم برای پای چپ. پای بیرونی کاملا کشیده است، توجه داشته باشید به این موضوع. سه
استا. برای این با هم بعد انجام بدیم. برای حرکت چهارم بعدم بعد در حالت آناتومیکی قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی ترجیحاً پاها جفت کنار هم باشه، سینه و ستون فقرات صاف باشه و دست ها افتاده به سمت پایین و در کنار بدن قرار میگیره. ما میخوایم هم جلو بازو بزنیم، هم یه پا رو بکشیم بالا. خیلی کمک میکنه هم به عضلات بالا تنه شما، هم به عضلات پایین تنه تون و هم به عضلاتی که تو ناحیه شکم قرار دادن. و یه جایی میشه گفت که این ست بیستایی رو که میبینید خیلی روش هر بسوزی شما موثره. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. ما همزمان پا رو میکشیم بالا به این صورت، سه تا بیستا برای پای راست انجام میدیم و سه تا بیستا برای پای چپ. دوستانی که کمر درد دارن میتونن سه تا رو کمتر برن. یعنی مثلا شما سه تا بیستایی نرین، سه تا دهتایی برین یا سه تا دوازدهتایی. چون میشه گفت که به کمرشون روی پا هستین و تعادل نیاز داره، به کمر و زانو فشار میاره. با این پا هم برم ببینید. سه تا بیستایی. حالا الان من سه تا بیستایی نمیرم، کمتر میرم، ولی شما حتما توجه داشته باشید که سه تا بیستایی رو حتما انجام بدید. عزیزم اگه این ویدیو رو لایک نکردی یاد نری که اون رو حتما لایک کنی، برام کامنت بذاری تا ازت انرژی بگیرم و اگه تا حالا این کانال رو سابسکرایب نکردی حتما اون رو سابسکرایب داشته باش و از تمریناتی که میذارم استفاده کن. مرسی.